فراموش نکنیم که هزینه های جنگ هزینه های سنگینی بود، به طوری که دولت آقای موسوی یک قرض فوق‌العاده‌ای به میزان 12 میلیارد دلار باقی گذاشته بود. از طرف دیگر برای بازسازی هم نیاز به سرمایه بود. این سرمایه در درون تأمین نمی‌شد، می‌بایست از خارج تأمین بشه. لذا سیاست خارجی آقای هاشمی که بر توسعه اقتصادی قرار گرفته بود، یک وجهش همون رفتن به سمت نوعی سیاست سرمایه‌داری و اقتصاد لیبرالیستی، و دوم این که با تنش‌زدایی در روابط با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای بلوک غرب که در واقع تا این زمان دشمن ما بودند و به صدام هم کمک می‌کردند، این سیاست جدید بر این برقراری رابطه و ایجاد تفاهم و تنش‌زدایی با این دولت‌ها قرار گرفت و لذا این سیاست با این دو بال شروع کرد. منتها فراموش نکنیم که جو داخل کشور جو مناسبی نبود نسبت به غرب، ضربات سختی بود، مخصوصا اواخر جنگ که امریکا وارد جنگ شده بود با زدن اسکله‌های نفتی و همچنین هواپیمای غیر نظامی. این نفرت به حد اعلی رسیده بود و آقای هاشمی درست برخلاف این فضای داخل می‌خواست حرکت بکنه، ولی آقای هاشمی مسیر خودش رو دنبال می‌کرد، زیرا که احتیاج به استقراض خارجی داشت و سیاست هم همون سیاست لیبرالیستی و سرمایه‌داری غرب مطرح. بنابراین می‌توانیم بگوییم که سیاست خارجی کشور از طریق آقای هاشمی در اون دوران در جهت اجرای توسعه سیاسی با همون معیارهای غربی بود. در این مدت چالش‌های جدی باش مواجه شد. موضوع ملاقات بعضی از مسئولین این دولت با طاغوتیان و سرمایه‌گذاران ایرانی، تلاش برای بازگشت اونها به کشور که من خاطرم هست مورد اعتراض شدید مرحوم حاج عمدآقا قرار گرفت، اخذ وام‌های گسترده و یه مقدار هم مردم رو تشویق کردن به رفاه. با این نگاه تحت عنوان تنش‌زدایی هم بود، این به این معنا بود که نه تنها ما نباید برنامه سیاست خارجیمون بر اساس برخورد با قدرت‌های غربی باشه، بلکه سعی بکنیم که نگذاریم هیچ مسئله‌ای هم پیش بیاد که منجر بشه به اینکه رابطه ما رو با اونها نه تنها تیره بکنه، بلکه رابطه باید بهبود باشه. بنابراین میتوانیم بگوییم که سیاست خارجی آقای هاشمی تحت تأثیر توسعه اقتصادی بود و بازگشت به دوران سرمایه‌داری در حقیقت همون دورانی بود که شاه هم دوران رو داشت لمس می‌کرد.